با عرض سلام، فریبا هستم. ایران بودم، یه مسلمان زاده بودم و خیلی مقید بودم چون خانواده هامون اینطوری بودن. بعد مخصوصا مادرم قرآن از هر کجا که میگفتی میخون. بعد دیگه منم افتادم توی مدعی و که مولودی میخوندم چون من خیلی تشویق میکردن که من صدای خوبی دارم و هر جا که میرفتم توی مولودی ها شرکت میکردم میخوندم. ولی همیشه دنبال یه چیزی میگشتم. به من میگفتن محمد، علی، حسین، حسن. حرفایی بود که به ما از بچگی زده بودن و ما دنبالش بودیم دیگه، پیروش بودیم و خیلی سعی میکردیم همیشه اون چی که بزرگا میگن ما هم همونو اطاعت کنیم. تا رسید جایی که برادر من ایماندار شد، خودش و خانوادهش. چند جلسه منو برد کلیسا چون بچه‌هاش خودش میرفتن کلیسا به نام سمیه و تو خیابون سمیه تو تهران بود. گذشت این زمان، گذشت، برادرم رفت آمریکا با خانوادهش. دیگه ما همدیگه رو نمیتونستیم ببینیم که من تشویق کنه یا بهم بگه که داستان چیه. تا طوری شد که پسر خواهرم رو تو جنبش سبز گرفتن، افتاد زندان. با وکیل و با مشکلات این بچه رو از زندان در آوردم، آوردمش ترکیه. آوردم ترکیه و اونجا به یه قاچاقبری دیدم، گفتم که اگه میتونی اینه ببر، کاری نداریم، پول ما رو خوردن. تا یه روزی تو خیابون داشتم رد میشدم، یعنی داشتم میرفتم خرید کنم، چند تا از خانومه ایرانی با آقایون واسطه بودن، من داشتم با تلفن حرف میزدم، اینا دیدم من ایرانیم، منو صدا کرد، گفت دوست داری ایمان دارشی؟ گفتم خب من الان ایمان دارم، مگه به کی ایمان بیارم؟ گفت به خدای خودت. گفتم خب من ایمان دارم، مگه میشه من ایمان نداشته باشم؟ گفت تو مسلمان زاده ای؟ گفتم آره. مثلا این ابا میدونستم که بگم که من مسیحی هستم یا کافرم چیم. گفتم نه، من مسیحی، من مسلمونم، خیلی هم افتخار میکنم. این خانم من صدا کرد یه گوشه، گفت که ببین اگه تو به عیسی مسیح ایمان بیاری تمام زندگیت دیگرگون میشه. منتها من همینطور موندم و هیچی نگفتم. گفتم من الان اینقدر مشغله دارم دیگه به این کارا نمیرسم، اگه اجازه بدیم من از شما خداحافظی میکنم. رفتم کارم انجام. دختر خواهرم اومد دنبالمون که ما رو بیاره آلمان. اومدیم برلین، اگهت که رد شدیم من دستم بگرفتم بالا. پلیس گفت چیه؟ گفتم که ما هیچی نداریم. دیگه اینا یه ورقه بهمون دادن، گفتم برین هایم. روز یک شنبه بود، دقیقا ساعت 9 صبح بود، من تو هایم نشسته بودم، ناقوس کلیسا رو شنیدم و دویدم سمت کلیسا. رفتم کلیسا رو دیدم نزدیک هایم میمونه، رفتم اونجا و اونا همشون آلمانی بودن. من هیچی نمیفهمیدم، فقط میفهمیدم که دارن دعا میکنن و من باشون دعا میکردم همونطوری با همون زبونی که نمیفهمیدم. اومدم و خیلی خوشحال و سرحال تو ایسکا دو تا بچه های کلیسا که با هم بودیم اونا رو دیدم، یه زن شوهر بودم با یه بچه. بعد به من گفت خاله کجا رفته بودی، پیاده روی؟ گفتم نه، رفتم کلیسا. اینا یه خورده زن شوهر همدیگه رو نگاه کردم، بعد گفتن خاله کلیسا بودی؟ گفتم آره. گفت کدوم کلیسا؟ گفتم همین کلیسایی که اینجا هستش. رفتم اینجا. گفت دوست داری بری کلیسا؟ گفتم خیلی میخوام برم، اصلا امروز رفتم اونجا یه روحیه، یه حالت دیگه ای دارم. گفت ساعت 3 بیا ایسکا، ما میخواییم بریم کلیسا، تو رو هم با خودمون ببریم. گفتم فارسی زبانن؟ گفت آره.
دیگه خیلی خوشم اومد از اون جب، از اون دعایی که میکردن. من کشیدن کنار، خود خانم کشیشه که اونجا بود من صدا کرد و برام دعا کرد. بعد گفت دوست داری بیای؟ گفتم خیلی دوست دارم بیام. گفت خب یک شنبه ها اینجا ما برنامه داریم، پنج شنبه ها هم کلاس داریم که تو ایمان تو چجوری میخوایی به دست بیاری، باید کتاب بخونی. دوست داری قلبتو بدی به عیسی مسیح؟ گفتم آره. بعد گفت که خب الان من برای دعا میخونم، ولی میتونی بری فکر کنی بعد بیای؟ منم گفتم باشه. اینا خوندن و من رفتم یه کتابم به من دادن. گفتم این کتاب فارسی هم نوشته، میتونی بخون. من رفتم این کتاب رو خوندم شب و دو سه تا برگش رو بخونم، بعد کم کم برم جلو. خلاصه دیگه ادامه دادم کلیسام. رفتم هفته بعدی که رفتم واقعا دیگه برام دعای نجات خوندن. دعای نجات خوندن و من واقعا دیگه از اونجا ایماندار شدم، احساس آرامش میکردم. بعد قسمت کودکانش شرکت کردم، قسمت آشپزی شرکت کردم. بعد یکی از بچه ها گفت نمیدونی خاله چه صدایی داره. بعد رفتم تو گروه پرستش. یعنی دیگه اصلا فکر میکردم که من دارم با خدای خودم زندگی میکنم، اصلا زندگی قبولی نمیدونم، این اصلا برام معنی مفهومی نداشت. که تازه قبولیم اومد. قبلا خیلی سنگدل بودم، کسی رو نمیبخشیدم، حتی پدر بچه‌ام خیلی من اذیت کرده بودن. یعنی جوری که همیشه میگفتم نمیبخشمش، هیچ گفتم با هیچ، یعنی هرچی شما به من بگی من گوش نمی کنم، این گوشم دره اون یکی دروازه، اصلا گوش نمیدم، چون سختیایی که به من داده بود. بعد وقتی که ایماندار شدم زندگیم تغییر کرد. واقعا به خودم اومدم بخشیدن چقدر راحته، به اون سختی نیست که تو اون دینی که ما بودیم. وقتی خداوند به من میگه تو ببخش من تو رو میبخشم، واقعا چنین چیزیه. من چرا نبخشم؟ من کیم؟ من چیم؟ من باید ببخشم که تا خداوندمون منو ببخشه. اون موقع نه، تو اون دینی که بودم نه، اصلا میگفتم فقط خودم، بچه هام، خودم. این بود که زندگیم تغییر کرد و الان هیچ وقت به سختی چیزی رو نمیگیرم از خداوند، چون میگم اگه اراده اون باشه اون خودش میده، اگه اراده اون باشه اون خودش هم کار رو انجام میده. و همیشه خداوند خواستم روز به روز منو محکمتر و قویتر کنم در برابر سختی، بتونم مردم رو به خداوند بیشتر بشناسمشون، بهشون بگم که من چی بودم الان چی شدم، بذارم اونم راحت زندگی کنه. چرا فقط من؟ یعنی خدای خودم رو پیدا کردم.